بخش دوم معرفی مسجد جامع بزرگ هرات خوش آمدید. یک بار دیگر مثل مقیمی از هرات برای شما که در گوشه و کنار دنیا برنامه ما را دنبال میکنید سلام عرض میکنم و آرزومندم که موفق و تندرست باشید. در این بخش میخواییم که گلدسته های مسجد جامع به معرفی بگیریم و بیشتر بدانیم که فلسفه ساخت این گلدسته ها چه هست و چون خیلی مقبول هست، شما تصاویری مطمئنن از مسجد جامع بزرگ هرات دیدید که به چه زیبایی این گلدسته ها در شب و روز در این مسجد جامع بزرگ و با شکوه می درخشه. در کنار جناب آقای زلمه صفا، عامل بخش آبدات تاریخی و مراقبت از آبدات تاریخی هستیم. آقای صفا از دوستای بسیار خوب ما هستند که همیشه در قسمت مراقبت از بناهای تاریخی تلاش میکنن. آقای صفا سلام، وقت شما بخیر. سلام، خوب هستیم ان شاء الله. مانده حفاظت از آبدات تاریخی نباشه. زنده باشیم، همکاری شما دوستا. سلامت باشه. در جغرافیای جنگ چقدر سخت چنین کارهای؟ در جغرافیای جنگ خو این کارها امکان ناپذیر در اصل. مون تو افتخار از این ما داریم که قبل از دوران جنگ ما بناهای زیاد تاریخی در سطح هرات نه که بلکه در سطح افغانستان داشتیم که خوشبختانه در هرات بالاترین آمار از این داریم که در بیشترین از اینا در دوره تیموری و دوره غوریا ساخته شده که ما افتخار حفاظت از این فعلا داریم و گذشتگان ما داشتن، امید از این داریم که فردا ها اولادایمون داشته باشن افتخار حفاظت از این بنای تاریخی از این. و پیامی که دادن چقدر پیام خوبی، از گذشته ها با ما باقی مونده، ما در حال حاضر این بناها و این آثار که نمادی از فرهنگ و تمدن ما است حفظ میکنیم و انتظار داریم که فرزندان ما در آینده مراقب این آثار و این ارزش های فرهنگی ما باشند. در مورد مسجد جامع هرات یک معلومات مختصر تاریخی، چون دیگه فکر کنم مهمترین منبعی که اطلاعات دقیقی دارن شما باید باشین. چی زمانی تأسیس شد؟ میگن یک زمانی مسجد جامع با شکوه مکانی بوده برای عبادت زردشتی ها، کمی در مورد تاریخی ها بگن. از لحاظ قدامت مسجد جامع شریف، از لحاظ عبادی از این قدامت از این بالاتر از قدامت تاریخی از این است، بخاطر از این که اون برمیگرده به دوره های تاریخی. قبل از ظهور دین مبین اسلام اینجا یک مکان زردشتی بوده برای عبادتگاه پیروان دین زردشتی، در اینجا به عبادت مشغول بودن و در بعد از دوره اسلامی و اساسا مشوره امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه که برای سلطان قیاسالدین غوری داد، کار ترمیم از یا کار به آغاز ساخت مسجد جامع در دوره سلطان قیاسالدین غوری شروع شد و بعد از یک سال شاه بزرگ بر رحمت خدا تعالی پیوست و توسط پسر از او برادر از کار از او ادامه پیدا کرد. از سال 600 هجری قمری کار از او شروع شده که تقریبا حدود 840 سال میشه تا سه دوره کار شده. در دوره غوریا کار شده، بعد از دوره غوریا به دوره تیموریا مرحله بعدی از این کار شده که بیشترین مکانات موقعیت از مزین و کشی شده و در دوره عبدالله خان ملکیار که در دوره زعامت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بوده بیشترین کشی از اینا دوباره سازی شده و در سراچه که فعلا ما شما قرار داریم این سراچه به اسم سراچه عبدالله خان ملکیار است که یکی از اولیای مقتدر و شایان یادآوری است که از آدم به قدردانی یاد بشه که زحمات فراوان در ولایت هرات کشیده و یادگارهای زیاد از خود جا گذاشته که سه سراچر در مدودی مسجد جامع افسود کردن که یکی مدودی مدرسه جامعه است، یکی سراچه فیلی که ما شما مدیریت گروه سترمی عبادات تاریخی در روی قرار داده که حدود 80 چند سال میشه و یکی هم کار سراچه کشی سازی که دروازه ورودی مسجد جامع در دوره غوریا بوده. خیلی عالی و معلومات بسیار خوبی را ارائه کردن جناب آقای صفا و طوری که تصویرهای زیبایی که همکار ما میگیرن میبینیم چقدر زیبا کار شده و با چه یک هنر خاصی. و ما حیف، فسد حیف که باید گردشگران زیادتری به این مکان میامدن و چقدر قناعت بخش میزان گردشگرهایی که میاین. از لحاظ قناعت گردشگران خود ما میتونیم که رضایت داشته باشیم، بخاطر از اینکه کل مردم هرات حداقل اگر روزانه نیان در هفته یک بار حتما به مسجد جامع سر میزنن برای دیدن مسجد جامع، برای
ادا نمودن مراسم مذهبی، نمازهای جمعه، عیدین و اینا. و جای شکرگزاری است که هر کس از بیرون از افغانستان هم بیاید حتما در داخل مسجد جامع میاد یک بار میبینه. منتها یک مشکلی که وجود داره از اینا ثبت و ریسرج از اینا نمیشه، به خاطر از اینکه دروازه مسجد جامع برای عموم باز است. تا زمانی که مسجد بدیل برای عبادتگاه ساخته بشه این نیست یک مکان مذهبی و تاریخی استفاده میشه. اگر ما بتونیم که دولت یک مسجد بدیلی برای مراسم مذهبی در جوار از یا در نزدیکی از اعمار بکنه، میتونیم که مینیس یک مکان تاریخی ثبت بکنیم و بتونیم که در از این عواید اقتصادی هم دست بیاریم. گردشگران خارجی هم میایند؟ گردشگران خارجی. از کدام کشور؟ از تمام کشورهای دنیا که به افغانستان سفر میکنن حتما به ایران اگر بیان سر به اینجا میزنن، خصوصا مهمانایی که در طریق دفتر یونما و سازمان های ملل متحد به اینجا تشریف میارن حتما مسجد جامع میان، از کارگاه کشش از این مسجد جامع و از داخل مسجد جامع دیدن میکنن. عالیه. خب اگر موافق باشیم خود شما برین گلدستار ببینیم. میره میبینیم. شما با ما همراه باشین و با جناب آقای صفا میریم و گلدستای مسجد جامع میبینیم. بفرمایید. تمام امو ظرافت هایی که میبینیم به هر حال اینجا همدوستای عزیز سعی کردن که کاشی کار بکنم که چقدر هم زیبا کار شده طوری که در سقف تماشا کنم. پشت بام مسجد جامع هست که یک تعداد از کارگران فکر کنم مصروف کار کردن هستن همین لحظه و در حال مرمت می باشن قسمت هایی که خراب شده که باز انشالله یک بخش را اختصاص میدیم به اینجی. و اما این بخشی که میبینیم نفس ممکنی بگیریفت بخش گلدسته های مسجد جامع هست که چقدر زیبا می باشه و شاید تا به حال کمتر کسی رفته باشه داخل این گلدسته ها و بالا شده باشه و ما میخواییم بریم از نزدیک ببینیم و شما هم با ما همراه باشید. قبل از اینکه بریم بالا آقای صفا، مسجد جامع ایراد چند گلدسته داره؟ مسجد جامع ایراد برای فعلا داره 12 گلدسته یا مناره است. خیلی خوب. اینا بیشتر به خاطر چی ساخته شده بوده؟ علت ساخته فقط تزئین و زیبایی بوده یا یک فلسفه دیگه هم داره؟ فلسفه وجودی از اینا خود در بنای مذهبی گلدسته ها ساخته میشه برای نشان دادن و ابهت و زیبایی مسجد جامع و مکانهای مذهبی. قبلا از اینا مینیس مکان های اذان استفاده می شود که در از این مؤذنین بالان می شدن و اذان می گفتن. از زمانی که تکنولوژی پیشرفت کرده و سیستم سان به وجود آمده در این استفاده از این از صورت نمی گیره، فقط به شیوه زیبایی از او همین عظمت از او نشان بده. بله و طور که آقای صفا گفتن یک وقت اذان می دادن و حالا با پیشرفت تکنولوژی دیگه سیستم ساوند و لود اسپیکر و انواع امکانات هست و به هر حال مشکل رو حل کرده. خب با هم بریم داخل گلدسته ها. فکر کنم کمی تاریک هم هست. کمیشو تاریک باید. میریم با ما همراه باشین. آقای صفا جلو میشن، ما هم به دنبال این اونا رو تعقیب میکنم. کمی دوستا تنگتر هم میباشه اینجا و کمی هم تاریک. Thank you.
بازم باید بالا برین، درسته؟ آه میریم میبینیم. البته بسیار بالا هست بیننده عزیز. یک نیجی برید یک نفسی بگیریم. وقفگاه این وسط گلدسته است، هنوز تا بلند گلدسته ما شما نرسید. کمی دیگه هم راهیه که با هم بریم، ولی خیلی نمای مقبولی میشه از مسجد جمعه عزیز صاحب ببینیم. مخصوصا شهر قدیم هرات، شهر کنه هرات که شما در این نمای روبرو تماشا میکنیم و چه عظمتی داره این شهر. خب با هم میریم به ادامه گلدسته ها رو میبینیم. پرنده ها و تخم مرغ هم همچنان اینجا هست. باید خیلی مواظب باشیم که خانه پرنده ها خراب نشه. فکر کنم رسیدیم به مقصد. بله بله، بلندترین نقطه از گلدسته است که ما شما قرار داریم، از یوز درست تو حدی سر است. خیلی خوب، و ما رسیدیم به بلندترین قسمت گلدسته هایی که به حال به اینجی می باشه و نمای خیلی خوبی که تماشا میکنیم. کمی در مورد از این گلدسته بگیم، در کدام قسمت موقعیت داره؟ این گلدسته در قسمت شرقی مسجد جمعه موقعیت داره و یکی از گلدسته های ورودی دو طرف دروازه ورودی شرقی مسجد جمعه بزرگ هرات. خیلی خوب، چند تا لودسپیکر هم اینجا نصب شده و برای اذان هست مسلما. لودسپیکر هم نصب شده و سیستم لوپرزی از این در حال اجرا است. قبلا نورپردازی نداشته و لودسپیکر نداشته و اینا نصب شده و یکی از گلدسته که تحت ترمیم هم بوده همین گلدسته بوده. خیلی خوب، در دوره زردشتی ها هم آیا این گلدسته ها ساخته شده بوده یا نه خود مسجد جامع هرات شکل ابتدایی داشته؟ نه خیر، قبل از اسلامی مسجد جامع یک مسجد عبادتگاه چوبینی بوده و باز به دوره اسلامی هم از اون عبادتگاه اسلامی استفاده می شده و به اثر نازله که به اینجا وقوع پیدا یا سنگای آسمانی که میگن از آسمان فرود آمده بوده، متاسفانه آتش گرفته و از بین رفته و منهدم شده. بعد در دوره بقایای ازی در دوره سلطان غیاث الدین غوری و اساس مشوره امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه دوباره مسجد پایه‌گذاری شده و به شکل فعلی ساخته شد. تشکر زیاد، ممنون. خب بخش دوم گزارش هم به منجی با آقای صفا در این گلدسته چند ارتفاع این رسی؟ حدود 20 چند متر ارتفاع هست. بیش از 20 متر ارتفاع هست. در 20 متری مسجد جامع، یعنی در ارتفاع 20 متری همین لحظه قرار داریم. یک از سازه هایی که بیش از 800 سال پیش ساخته شده بود. به هر حال بخش دوم به این جی به پایان میرسانیم و منتظر بخش سوم مسجد جامع و معرفی مسجد جامع هرات با مثل این موقعی باشیم.